با درود و احترام خدمت شما عزیزان، امروز برگی از تاریخ رو باز برای شما میگم. یکی از جلادان اسلامی که در به وجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نقش اساسی داشت، از نوکران خمینی که تلاش کرد تا بتواند حکومت اسلامی رو در ایران برپا کند اما نتوانست حکومت رو ببینه، اما تلاش زیادی کرد، چون در سال 57 در 2 شهریور سقط شد و اون رو ماموران ساواک کشتند. اما ضربه های بسیاری بر پیکر ایران زد و در رشد اسلامیون قشری، اسلامیونی که فقط برای رفتن به بهشت در اون دنیا تلاش می کردند و می کنند، انسانهای خودخواهی که برای آینده خودشون تصمیم می گرفتند و اینقدر احمق بودند که فکر می کردند اینها می روند در بهشت با حوریان بهشتی هم نشین می شند و از جوبهای بهشت شراب می نوشند و حوریان هم صبح تا شب در خدمت آنهاست. اسلام همین وعده ها رو به طرفداران خودش میده که اونها هول میشند و سراسیمه سعی میکنند انسانهای دیگر رو بکشند، قلقم کنند، نابود کنند، کشورها رو تسخیر کنند تا برسند به اون هدف واهی که دارند. یکی از اینها اسمش بود سید علی اندرزگو. البته این سید علی اندرزگو اسم واقعیش بود، اما ده‌ها اسم در طول حیات ننگین خودش برای خودش عوض کرده بود، چندین شناسنامه داشت، سعی می‌کرد از دست ساواک فرار کنه چون افراد بسیاری رو کشته بود. امروز زندگی و داستان این مرد خبیث رو براتون میگم. علی اندرزگو در سال 1318 به دنیا آمد، روحانی بود، یعنی در از آخوند بود و از تروریست های مسلح مخالف سلطنت پهلوی و در خلال سالهای 1342 تا سال 57 عضو هیئت مؤتلفه اسلامی بود که با گروه های مختلف ارتباط داشت، اما ساواک او را در شهریور سال 57 به درک واصل کرد. وی در سال 1318 به دنیا آمد. پدرش سید اسدالله شغل بنایی داشت و بعد از اون به خرده فروشی در میدان شوش تهران روی آورد. وی پس از گذراندن دوران ابتدایی به سبب مشکلات مالی تحصیل رو رها کرد و همراه برادرش در یک کارگاه نجاری مشغول به کار شد. در همین زمان پس از کار روزانه تا ساعتی از شب رو به تحصیل دروس فقه و اصول در مسجد هرندی می پرداخت. اندرزگو در نوجوانی با دیگر تروریست نواب صفوی و تشکیلات فدایان اسلام آشنا شده بود و تا حد زیادی متاثر از اون تشکیلات بود. اوایل سال 43 در حالی که 25 سال سن داشت، با معرفی مهدی عراقی برای خواستگاری به منزل حاج رضا خواجه محمد علی رفت. به نام حاج رضا خواجه محمد علی رفت و دختر او را خواستگاری کرد، اما این وصلت چند ماهی بیشتر طول نکشید و بعد از اینکه علی اندرزگو نقشه قتل حسن علی منصور رو کشیده بود و اون رو با دیگر فدایان اسلام ترور کرد و منصور از دنیا رفت، با فشار همسر و خانوادهش به خاطر این حرکتی که انجام داده بود از وی همسرش جدا شد و بارها همسر اون رو هم بازجویی کردند و به خاطر همین نارضایتی از اندرزگو از وی جدا شد. یعنی در از زندگیشون در شروع از هم پاشید و دیری نپایید که اندرزگو به مدت 7 سال سرگردان و بدون خانواده فراری بود، از این خونه به اون خونه می رفت و در آخر هم با وساطت شخصی امام جمعه مسجد چیزر و علی اصغر هاشمی سرپرست حوزه علمیه چیزر، وی با نام دیگری به نام شیخ عباس تهرانی به خواستگاری دختر عزت الله سیل سپور رفت. حاصل این ازدواج 4 پسر به نام سید مهدی، سید محمود، سید محسن و سید مرتضی بود. در روز 15 خرداد در اون شورشی که در جریان
15 خرداد وی از فعالان و از عاملان تظاهرات بود که همان شب خمینی ملعون کتابی رو به وی داد و ازش تقدیر کرد. یعنی خمینی کتابی به اندرزگو داد و ازش تشکر و تقدیر کرد که تونسته در اون روز این همه آدم رو به کشتن بده و مردم رو به خاطر دین اسلام به خیابونها بیاره و کشته بشن. اما اون رو دستگیر کردن. ساواک اون رو دستگیرش کرد و تحت بازداشت قرار گرفت. بعد از مدتی از زندان آزاد شد و به شاخه نظامی جمعیت هیئت مؤتلفه اسلامی پیوست. متاسفانه ببینید یک شورشی به پا کردن در سال 42، بعد از مدتی از زندان آزادش کردند. شما اینجا یک پسری در انقلاب نوین یک سطل آشغال رو آتیش زده اعدامش کردند. ببینید اینها چقدر شقی و بی‌انصاف هستند، اما اونها اون شورش سال 42 رو راه انداختن، این همه آدم کشته شد، تظاهرات شد، این شخص رو بعد از یک مدت کوتاه از زندان آزاد کردند در حالی که باید این اعدام می‌شد. همون شب باید این رو اعدام می‌کردند، خمینی رو هم اعدام می‌کردند. به هر حال این شخص بعد از بیرون آمدن از زندان در شاخه نظامی هیئت مؤتلفه اسلامی یا همون فدایان اسلام، اونها نقشه ترور حسن علی منصور رو کشیدن و اندرزگو یکی از افراد اصلی بود که در کشتن و ترور حسن علی منصور با جمعیت مؤتلفه اسلامی رهبری گروه این کشتار رو بر عهده داشت و تصمیم گرفت تا نخست وزیر وقت حسن علی منصور رو ترور کنه. اندرزگو وظیفه کند کردن اتومبیل حامل نخست وزیر رو بر عهده گرفت. پس از آن که محمد بخارایی از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی در جلوی درب مجلس گلوله‌ای به نخست وزیر شلیک کرد، اونیز در میدان بهارستان در همون اطراف با دیگر همکارانش گلوله دیگری به حسن علی منصور زد که در اصل اون رو دو نفری شلیک کردند که مطمئن بشن اون کشته شده و پس از آن فرار کرد. در این اقدام ساواک به جستجوی وی و دیگر عاملان پرداخت، اما نتوانست اندرزگو رو پیدا کنه، اما بقیه رو پیدا کردند. ولی اندرزگو به طور غیابی در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. بعد از اون اندرزگو به عراق فرار کرد. پس از محاکمه غیابی اندرزگو ساواک موفق شد او رو ردیابی کنه، اما او از دست ساواک باز فرار کرد و به عراق رفت. او در عراق هر از گاهی به دیدار خمینی ملعون می رفت. در سال 42 باز به ایران بازگشت و در تهران، قم و مشهد ساکن شد. بعد از بازگشت به ایران چون ساواک به دنبال وی بود، اون مدام محل سکونتش رو تغییر میداد و اسمهای متفاوتی برای خودش با شناسنامه‌های تازه ترتیب داده بود. در شهرهای مختلف زندگی میکرد، در تهران، در محله چیزر، در قم و در جاهای مختلف فعال بود و حمایت مالی و تهیه اسلحه رو انجام میداد. بعد از مدتی اندرزگو چون ساواک در پی اون بود، هر دفعه که تغییر شخصیت میداد با یک شناسنامه و با یک چهره متفاوت، ساواک اون رو پیدا میکرد و اون دوباره محلش رو عوض میکرد، به مشهد میرفت، به قم میرفت و در پایان هم به مشهد گریخت و از طریق یکی از دوستاش از زابل و زاهدان به افغانستان گریخت. بعد از مدت کوتاهی دوباره اندرزگو به مشهد بازگشت و فعالیت‌های خودش رو از سر گرفت، اما ساواک اون رو تعقیب میکرد و پس از ورود سریعاً اون رو شناسایی میکرد. پس از بازگشت به ایران از افغانستان که به ایران اومد، مدتی بعد به سوریه و لبنان رفت و دوره‌های نظامی رو در اونجا دید. او در لبنان با نماینده ملعون خمینی در سازمان فتح تماس گرفت و در اونجا دوره‌های نظامی دید و طرز استفاده از سلاح‌های سنگین رو هم فرا گرفت. به تصمیم گرفته بود که محمد رضا شاه پهلوی رو هم ترور کنه. او بعد از بازگشت از لبنان و سوریه و آموزش‌های لازم رو هم دیده بود، طی یک برنامه 6 ماهه رفت آمدهای محمد رضا شاه پهلوی رو به کمک شخصی در کاخ سلطنتی زیر نظر داشت. به قصد داشت که با وارد کردن مواد منفجره از فلسطین محمد رضا شاه پهلوی رو به شکل عجیبی ترور کنه، اما در این کار موفق نشد
و نتوانست این کار رو انجام بده. وی در 2 شهریور سال 57 زمانی که اندرزگور راهی خانه یکی از دوستانش بود از سوی مأموران ساواک که از قبل اون منطقه رو تحت نظر داشتند مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده وی از مرگ وی خبر نداشتند تا اینکه بعد از شورش سال 57 از طریق روح الله خمینی از این موضوع با خبر شدند. از اندرزگو در جمهوری اسلامی به عنوان تنها چریک انقلاب ننگین اسلامی یاد میشه. قبر وی در قطعه 39 ردیف 73 شماره 55 بهشت زهراست و این ملعون در همون سال 57 به درک واصل شد و بسیار فعالیت کرد تا بتواند کشور را به روزی که الان داریم میبینیم در بیاره که در آوردند خمینی و این آدم و فدایان اسلام و همه کسانی که الان حکومت میکنند اینها اوباش هستند، تروریست هستند که ایران رو به این شکل و شماگل در آوردند. لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این تروریست قاتل بنویسید. با سپاس از شما تا برنامه دیگر.